بسم الله الرحمن الرحیم. ایران هر وقت یک سندی رو امضا میکنه روش میسته، بر تعهدش تاکید داره. اونها بودن که تعهدشون انجام ندادن. ما اصرار نداریم آمریکا برگرده. اگر میخواد برگرده شرایطی داره که مهمترینش این است که تحریما رو برداره، معلوم بشه. اگر بنا شد که برجام چنین کاری رو انجام نده، چه فلسفه وجودی دیگه میتونه باشه؟ تحریمی که قرار بود لغو بشه، اونا رو هم دوباره برگرده. 1500 تا تحریم توسط آمریکا صورت گرفت و بالاخره شرکای ما ضربه دیدن، ضرر دیدن، این ضررها باید جبران بشه. هدف اونا اینه که برای وجود قدرت شما رو بگیرن. بعد خب شما تو دیپلماسی نمیتونی هم کاری پیش ببری. ولی حالا من سخن قطعی و پایانی رو در این زمینه عرض می‌کنم. سلام علیکم آقای دکتر لاریجانی، ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه ترسانی خامنه‌ای داتای آر قرار دادید. گفتگو رو از موضوع رفع تحریم ها شروع میکنیم. رهبر انقلاب در بیانات اخیرشون اشاره کردن که بازگشت آمریکایی‌ها به برجام برای ما موضوعیت نداره، بلکه مسئله اصلی رفع تحریم هاست. برای شروع بحث میخوایم تحلیل و ارزیابی شما رو از این گزاره مطرح شده در سخنان رهبر انقلاب بدونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضو شاید یه مسئله هسته‌ای از اون سال دو دهه پیش که این ماجراجویی رو آمریکایی‌ها به وجود آوردن، یه ظاهری داره، یه رویش، یه باطنی داره. ظاهرش همین مشاجراتی است که اونا راه انداختن به بهانه اینکه ایران دنبال سلاح هسته‌ای و از این حرفا و آژانس رو جلو انداختن. و باطنش چی بود؟ باطنش این بود که مسئله هسته‌ای امر چند وجهی بود. یه وجهش مسئله دانش هسته‌ای بود که به هر حال اونا دانش هسته‌ای دانش در واقع مثل سایر دانش‌ها نیست، جزء دانش‌های پیشروه، استفاده های متنوع داره. خب تسلط ایران به این دانش جایگاه ایران رو متفاوت میکرد. پس یه بعدش جنبه فنیه، یه بعد این مسئله جنبه اقتصادیه. یعنی به هر حال اینا با این ماجراجویی دنبال این بودن که ایران از نظر اقتصادی هم میقدی تحت فشار قرار بدن. یه بعدش هم جنبه منطقه‌ای است. یعنی الان شما میرید تو حرفاشون، شما دنبال بحث هسته‌ای بودید چه دنبال بحث موشکی و مثلا منطقه رو میرید، چون خود لبه موضوع هسته‌ای لبه قدرت داره، لذا اینا موضوع اصلیشون قدرت ایرانه. این نقطه‌ای که رهبری هم چندین بار فرمودن که امریکایی‌ها در همون ابتدای بحث برجام درست عمل کردن، حرف کاملا صحیح است. این زمان اوباما هم در مقام اجرا اینا درست عمل نکردن، همه بخش‌ها رو عملی نکردن. همون موقع هم همون بخش خزانه‌داریشون که بعد میامد بسترها رو فراهم میکرد، پیغامای پشت صحنه میداد که با ایران قرارداد نبند. تا زمان ترامپ یه قدر شفاف‌تر شد. موضع ایران همیشه چی بود؟ هم موضع ایران این بود که شما این تحریماتون خلاف تعهدتونه. واقعا خلاف تعهدشون بود. نه تنها تحریم، باید عکسش عمل می‌کردن. خب حالا اینا میگن ما شرایطمون عوض شد، حالا شرایط انتخابات آمریکا چه تغییر کرده. خب اولین مسئله شده خب تحریمات رو برد، هم کاری که خلافی که علیه ایران کردید برگردید، تا هم مطابق نظریشون خب ایران هم به تعهدش عمل. بنابراین وضع کردن موضوع موشکی و حضور منطقه جمهوری اسلامی به مذاکرات و پیوستش به برجام عملا وجهی نداره. نه وجهی نداره، ما باید حساس باشیم روی این. این همون جاییست که تو صحنه سیاست باید خیلی بهش حساس بود. یعنی مسئله سیاست یه وجهش قدرته. ممکنه تو شما در دیپلماسی یک وجه گفتگویی داشته باشید، ولی اگر اون لبه دیگه قدرت رو نداشته باشید،
اون دیپلماسیتون درست پیش نمیره. هدف اونا اینه که وجوه قدرت شما رو بگیرن، بعد خب شما تو دیپلماسی نمیتونی هم کاری پیش ببری. من حس کردم باطن مسئله هستی یه وجهش قدرته، این وجه قدرت شد داره قیچی میخوام بکنم. شما باید به این توجه داشته باشید، یعنی اگر میخواید حتی در هستی کارتون جلو بره باید اون لبه قدرتتون رو داشته باشید. این به نفع امنیت ملی کشور هست. برای اینکه خیلی مطلب روشن‌تر بشه، رفتار آژانس رو ببینید. به معنی که توافق سیاسی با قدرت‌ها میشه، آژانس آروم میشه. به معنی که توافق سیاسی نمیشه، دوباره خروش میکنه. پس موقفش حقوقی نیست، موقفش سیاسی است. تو موقف سیاسی حتما ابزار قدرت مهمه. این که رو موشکی و اینا داره حرف میزنن، اولا زیاد خواهی سوی رفتی نداره اونا. ثانیا ما باید هوشیار باشیم توی بحث گفتگو یا دیپلماسی به طور عام. حتما گفتگو و اینها درسته، همیشه هم ایران علمدار گفتگو بوده، هیچ وقت ایران در هیچ دوره‌ای سیاست رهبری معظم انقلاب این نبود که ما علم گفتگو رو برداریم، همیشه این بود. ولی بحث اینه که شما ابزار قدرتتون رو نباید از بین ببرید. یک، نباید جلوی حرکت تولید دانش کند بشه. این به نظر من خیلی مهمه که خب توی همین توافق هسته‌ای هم تحقیق و توسعه و اینا هیچ وقت نباید محدود میشد، نبود، نشده بود. یکی مسئله ابزارهای قدرت، یکی وضع اقتصادیه. یعنی تمام توافق این بود که یه مقدار شما شرایط اقتصادی کشور تغییر کن. اگه اینا رو بگیره اون با ابزار قدرت بگیره، چه خاصیت داره ما با شما چیز بکنیم، توافقی داشته باشیم؟ مثلا خیلی هوشیاری میخواد که اینا چرا دور این هی دور میزنن رو این موضوعات. حالا اگر یه مقدار فنی تر و مشخص تر بخوایم صحبت بکنیم، آمریکایی‌ها چه گام‌های عملی رو باید در بحث رفع تحریم‌ها بردارن؟ حالا اینکه چه جوری این کارو، یعنی اصلش اینه که تحریم‌ها باید برداشته بشه. یعنی تردید نیست، اگر نشون نمیتونن عضو بشن چون تعهدشون انجام ندادن. اینکه چگونه بده انجام بشه خودش یک نقشه راه میخواد. اینکه فکر بکنن مثلا یک شکولاتی میتونن بدن مثلا ایران سرجرم بشه، این به نظرم ناهوشیاریشونه. ایران همین نکته‌ای که میگه همه پایین ایستاده که باید شما اون جدای از خسارتی که ما ایران وارد کردید از نظر اقتصادی، باید حداقلش اینه که تحریما رو بردارید. خب بعدش میاد جزء 5 به اضافه 1 دیگه، اونجا میشه بقیه بحثا رو انجام. تازه میشه بحث خسارت ها رو مطرح و مطالبه. خب بله، اونجا از واقعا به ایران خسارت زدن تو این مدت، یعنی اینطور نیست که بدون خسارت بوده باشه. ولی خب این بحث میخواد و این لذا بحث های دیگه فرع بر اینه. این حرف بحث متی نیست. یعنی اگر اینو کسی نقبول نکنه، معنیش اینه که اینا بخوام با یه کار شکلی مثلا یه تحریم چند تا مقاماتی رو بردارن، یه کاری بکنم، بعد مثلا بیام بگم حالا بقیهش تو مذاکره، شما بدون اونجا به ضرره. یعنی ما اصلا مذاکره نمیتونیم بکنیم تو این زمینه. خب آقای دکتر، همونطور که میدونید دولت و مجلس هم اقدامی رو در دستور کار قرار دادن در جهت کاهش برخی تعهدات برجامی ما. تحلیلتون از این حرکت مجلس و دولت چیه؟ عرض بشه که از مدت ها پیش اصلی مطرح بود تو این جلساتی که در زمینه موضوع هستگی بحث می شود، این بود که ما باید رفتارمون رفتار متوازنی باشه. نمیتونیم ما بگیم تو محصر هستگی که زمانی بر اساس یک گفتگوهایی و یک تعهداتی یک توافقی صورت گرفته و حالا یه بخش زیادی از این توافقات یا مستقیماً یا به صورت غیر مستقیم تحقق پیدا نمی کنند، بعد ولی ما پایبند باشیم. از حدود ساعت دو سال پیش، یک سال و نیم پیش این بحث جدیتر مطرح شد و بحث این بود که ما گام به گام تعهداتمون در مقابل کارهای اونا کاهش بدیم، که همین بحث ها بود. مثلا این 20% رو که ما لغو کرده بودیم دوباره احیا کنیم، تعداد سانتریفیوژ هامون مقداری تغییر کنه، تولید مواد غنی شده مون تغییر پیدا کنه، یا بعضی از نصب سانتریفیوژ های نسل جدیدمون رو
که ما قبلا تعهد کردیم در سالهای خاصی انجام بدیم تغییر بدیم. اینا تصمیم گیری شد و ابلاغ هم شد در ظرف 4 گام یا 5 گام برام بود انجام بشه. و خب چیزی هم که در مجلس تصمیم کردن تا حدی به همین مسیر نزدیک بود. و فکر می‌کنم اون چیزی مهم هست اینه که برای مردم کاملا تبیین بشه ایران به اندازه کافی صبوری کرد در مقابل کاری که غربی ها و اروپایی ها گفتن. انصافا صبوری کرد. اونا اول گفتن چند هفته، بعد گفتن چند ماه، همه درست کشید تا حدود یک نزدیک یک سال، کمی کمتر از یک سال طول کشید. پس صبر کردیم. مرتبا به اروپایی ها و غربی ها گفتن حالا آمریکایی ها شما قبول نداری، شما چی کار میکنید؟ تئوری های مختلفی مطرح شد، مثلا چجوری اونا عمل بکنن. در نهایت چیز دندونگیری که حداقل منافع جمهوری اسلامی از در فروش نفت امکاناتی از بانک میتونن استفاده کنن حاصل نشد. من در مورد این مسئله برجام دو سه نکته رو عرض میکنم. وقتی که ما در 5+1 به یه تفاهمی رسیدیم که اونها تحریم ها رو بردارن، از ابتدا اصلا برجام برای چه اجازه داده شد اون مسیر طی بشه؟ با همه سختی هایی که ما در تحریم داشتیم، بخش عمدهش به مدیریت ما وابستگی داره. خب روش اول که ایران در واقع تحریم ها رو خونسا بکنه، برگشت بدون رفع تحریم ها میشه چی؟ برجام یک طرفه. خب اینجا اینو باجخواهی است. اصلش اینه که تحریم ها باید برداشته بشه، این تردید نیست. اگر نشون نمیتونن عضو بشن، نه تنها تحریم ها برداشتن بلکه تحریم اضافه کردن. موضوع بازگشت آمریکا به برجام همونطور که از آقا هم فرمودن ثانویه، ولی حالا من سخن قطعی و پایانی رو در این زمینه عرض میکنم. یک دوره هم مسئولیت مذاکرات هسته‌ای رو بر عهده داشتید. اگر بخوام یه مقداری ملموس‌تر صحبت بکنیم، اهرم‌های مثل غنی‌سازی 20% چقدر میتونه به تأمین منافع ملی ما در حوزه دیپلماسی کمک بکنه؟ ابزار قدرت فقط اینا نیست به نظر من. ابزار قدرت برای جمهوری اسلامی و ملت ایران متنوع. یه بخشش در حوزه هسته‌ای است، یه بخشش مربوط به خود وضع اقتصادی ماست، یه بخشش مربوط به شرایط منطقه‌ای ماست، یه بخشش راجع به رفتار مردم با حکومت و مشارکتشون در مسائل سیاسی، پشتیبانیشون از حکومت. اینا همه‌شون ابزار قدرت هستند و مهم هم هستند. یعنی اینکه رهبری معظم انقلاب بارها میگن اصل رو بذارید بر مشارکت مردم در انتخابات و اینا، این واقعا وزن جامعه ما از در قدرت بالا میبره. اینو باید حس بکنیم. مسائل اقتصادی هم هست و از قدرت تردید نباید جدی کشوری اگر وضع اقتصادیش نامطلوب باشه ابزار قدرت قوی نداره، تردید نیست. اما اینجا این نکته هست. حالا من از بحث اقتصادی شروع کنم. در بعد اقتصادی یک اشکال در اونا وجود داشته، واقعا به تعهدشون عمل نکردن. یه اشکالاتی به خود ساختار داخلی ما بود، یعنی ظرفیت‌های بسیار زیاد اقتصادی در داخل کشور هست که اینا بالفعل نشده بود به خاطر اینکه هیچ جنس وارد می‌کردن. و این در دولت‌های مختلف هم بود. حالا سیستم دیوانی کشور ما یا حالا یه اشکالاتی در درونش واقعا هست. و وقتی که این تحریم ها شد، تازه رجوع شد به این بخش های تولید داخل. تا این استعداد ها شکوفا نشه، ابزار قدرت شما قوی نمیشه. درسته که الان فشار رو مردم به وجود اومده، ولی این ورش هم بدونید که مقدار زیادی از بخش های که ما از خارج وارد میشه در داخل داره تولید میشه. این دیگه بر نمیگرده و این دیگه روش شد. نکته مهم اینه که اینو بفهمیم در آینده اگر ما شرایطونم تغییر کرد، انشاءالله وضع توافق هستیم به یه جایی رسید، اونا هم برگشتن
سر جای خودشون تحریم ها رو برداشتن، یادمون نره که دوباره این پول نفت و اینا رو خرج بودجه جاری نکنیم، بریم بسترها رو فراهم کنیم که تولید در داخل قوی بشه. این یه نکته در حوزه اقتصاد. در مورد خود مسئله هسته‌ای توجه رو داشته باشیم. ما دنبال سلاح نیستیم، یعنی واقعا وقتی آقای فتوایی دادن این فتوا نمیشه تغییر داد. حالا ممکنه اونها نفهمن این موضوع رو، ولی خودمون بدونیم که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ولی توانمندی هسته‌ای ابعاد مختلفی داره که میتونه مفید باشه در بخش‌های گوناگون. اونا حرفشون اینه وقتی شما توانمندی هسته‌ای پیدا میکنه خیلی زود میتونی شیفت کنید به سمت دیگری. متوجه این مسئله نیستن که وقتی در تا مکتب تشیع و تفکر اسلامی وقتی فتوای صادر میشه به سادگی نمیشه ازش عبور کرد، نمیشه عبور کرد، حکومت نمیتونه این کارو بکنه. حالا برای یه معضلی هست، اونا همیشه این حرفو میزنن. حالا یه سوالی هست، واقعا اینا نگرانی سلاح هسته‌ای تو ایران هم با همه این مشخصاتی ما گفتیم؟ من فکر برای اینا مشکل اصلیشون اینه که ایران کشور مستقلی است با ایده هایی و رو مؤلفه های قدرت خودش تو ابعاد مختلف پافشاری داره. در واقع هسته‌ای بهانه است. یک بهانه بهانه است. یعنی نمیخوام بگم همش اینه، ولی یک قسمت اعظمش اینه. به دلیل اینکه شما اول انقلاب میگه ما هسته‌ای داشتیم که اینا بابا جنگ رو انداختن. و اگر واقعا مشکل هسته‌ای بهانه است، چرا الان حرفای دیگه میزنن؟ پس هر روز یه چیزی میگن. این بحث هم از گذشته مطرح بود تو جلسات که اینا هر از گاهی یه موضوع رو برجسته میکنن و هول و هوشش حرف میزنن. مثلا من فکر میکنم ابزارهایی که نماد قدرت ماست تنوع داره، به همش باید به توجه کنیم. یعنی گاهی ممکنه تو ذهن مردم نوع گفتگوهایی که تو صحنه سیاسی میشه این یه الغا رو بکنه که ما فقط میخوام دنبال مسئله هسته‌ای بریم، به اقتصاد اونا توجه نداره. اون کسانی که روی این موضوعات فکر میکنن به بخش اقتصادی مردم خیلی توجه داشتن و الان هم دارن که این نباید لطمه بخوره. لذا گاهی نوع گفتگوها این اقتصادی هم قسمت دفاعیش مهمه، هم اقتصادیش مهمه، هم مسائل منطقیش مهمه و هم مسائل سیاسی، یعنی مسائل حمایت مردم، ارتباط و مشارکت مردم. در ادبیات رهبر انقلاب همونطور که مطلع هستید یکی از کلیدواژه‌های مهم بحث تجربه برجام هست. از طرفی ایشون در همین سخنرانی اخیرشون هم تأکید کردن که بحث تعهد در مقابل تعهد به شکل خوبی از طرف ما دنبال نشد. حالا اگر بخوایم بر اساس تجربه برجام این بحث رو به شکل مطلوبی دنبال بکنیم، به نظرتون نقشه راه ما چی باید باشه؟ از جهتی اولا برای خودمون روشن باشه که مسئله هسته‌ای جز مقولات استراتژیک کشوره و جز شؤون رهبری است. بنابراین اگر رهبری در این قضیه نظر میده، اقتضای قانون اساسی اینه که در این مسائل نظر نهایی رو باید بده. یعنی شورای عالی امنیت ملی است باید به تایید رهبری برسه. پس خیلی بجاست و لازم هست. نکته دوم این است که مسئله هسته‌ای اینطور مثل معاملات معمولی نیست که مثل تجارت معمولی باشه. یه موضوع بسیار پیچیده است. من گفتم یه لایه ظاهری و باطنی داره، همه ابعادش رو در نظر بگیرید. نکته سوم اینه که خیلی راجع به این موضوعات جلسات مختلف در سطوح مختلف، خیلی از جلسات و خدمت خود رهبری برگزار شده و راجع به اینها بحث شده. من اینجا لازم این نکته رو بگم. با تجربه‌ای که من تو این مسائل در حدود شاید حدود 20 ساله دارم و تو جلسات مختلف هستم، اون جاهایی که واقعا صیانت میکرد از حقوق ملت و مراقبت میکرد با تعقل کافی و دقت کافی و زمینه های مناسب سازی برای این هم رهبری بود تو جلسات. من واقعا تو یاد داشتم همشه دیدم که در شرایط سخت ایشون چگونه هم صیانت یعنی از حقوق مردم و هم راه رو بن‌بست نکشوند. یکی از مسائلی که ایشون همیشه تأکید میکرد این بود که این علم مذاکره با در دستون باشه. یعنی ما در شرایطی که حتی
هنوز یه آبشار نداشتیم و یه زنجیره رو می‌خواستیم درست بکنیم، شرایط مثل امروز نبود. ایشون اصولی که میذاشت و فکر شده بود سنجیدن بود خیلی کمک میکرد که مذاکره کنندگان چارچوب مدون دقیقی داشته باشن برای بحث کردن. لذا نقش ایشون واقعا نقش صیانت کننده از حقوق ملت بود. خب چگونه میشه اینو صیانت کرد؟ این خیلی کار میخواد، یعنی چگونه باید عمل بشه که اینا دیگه اون تکرار نکنن. یکی از مسائلی من همیشه هم تو این جلسات نظر من این بود که ایشون ما باید با به جای ریزکاری باید بگیم شما کلن با تحریماتون برداریم و روشن ابلاغ بشه و یه جاهای مستند بشه و بعد ما اقداماتون رو بکنیم. خب این یه مقدار متفاوت پیش رفت این بحث. برداشت من اینه که تدریجی عمل کردن به نفع ما نیست، گروبال عمل کردن دقیق تر هست. در مقابله با اونها منظورتونه؟ بله، یعنی ما اگر بخوایم به این معنا بگیم که شما یه گام کوچیک برده ما می گام کوچیک، ممکنه حالا مسئولین امروز کشور بپذیرن یه زمانی این حرف، من نمیخوام بگم تو عالم سیاست همش صفر و صد نیست، ولی از نظر من برداشتم اینه که باید یک جا بپذیرن و وقتی میفته تو این چالش های چانه زنی های خورد اون وقت گروه های کارشناسی از هر دو طرف میشنه، بعد یه شیطنت های توش میشه حلش میشه. Iran has removed the Iraq reactor core and filled it with اصلا مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگرده یا برگرده. اونچه که مطالبه منطقی ما و مطالبه عقلانی ماست رفع تحریم هاست. تحریم ها باید برداشته بشه. اگر تحریم ها برداشته شد برگشت آمریکا معنا میده، اما اگر چنانچه تحریم ها برداشته نشد برگشت آمریکا به برجام حتی به ضرر ما ممکنه تمام بشه. به نفع ما که نیست، به ضرر ما هم ممکنه باشه. البته خب مسئله خسارت ها هست که روز مطالبات ماست، در مراحل بعدی دنبال خواهد شد. تصمیم مجلس و دولت در باب لغو تعهدات برجامی تصمیم درست، وقتی طرف مقابل به هیچ کدام تقریبا از تعهدات خودش در برجام عمل نمی کنه، معنی ندارد که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش عمل کنه. اگر چنانچه اونها به تعهداتشون برگردن، ما هم به تعهداتمون برمیگردیم. اونا باید تحریم رو بردارن، ما باید اقتصادمون رو جوری تنظیم کنیم که با وجود تحریم هم بتوانیم کشور رو خوبی بداریم. یکی از موضوعاتی که اخیراً هم رهبر انقلاب بهش اشاره کردن دوگانه خنثی‌سازی تحریم‌ها و رفع تحریم‌هاست. به نظر میرسه نسبت به بحث خنثی‌سازی تحریم‌ها یک مقداری غفلت هم ما در چند سال اخیر داشتیم. نگاه شما به این مسئله چیه و اگر کشور بخواد راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها رو به عنوان یک اولویت دنبال بکنه ما چه باید بکنیم؟ این نکته‌ای که ایشان هم فرمودن که ما بیش از حدی که باید دنبال این باشیم که حتما تحریم ها برداشته بشه، باید برای صیانت از اقتصاد ملیمون توجه کنیم که در واقع بی اثر کنیم. بی اثر کنیم حرف خیلی حرف درستی است. یعنی شما یه ظرفیت بزرگی از جوان ها و افراد با استعداد دارید که اینا میتونن هم رشد اقتصادی ایجاد بکنن، هم در یه جایی که ما نیاز مرد خارج داریم حتی قد نیاز اون کم کنم. دو تا بحثه. یه وقتی اینه که میگیم ما اصلا به مراوده خارجی نیاز نداریم، این حرف دقیقی نیست، چون شما هر چقدر در داخل تولید بکنید
برات شما تولیدتون باید به خارج مبادله کنید ثروت ایجاد بشه دیگه. پتروشیمی دارید، پتروشیمی باید این به نظر من خب باید قبول کردیم ما مراوده خارجیمون مهم هست. بنابراین ابزارش هم مهمه. یکی از جاهاش بود تحریم برداشته بشه. چون شما تحریم که هست بانکاتون نمیتونن کار بکنه، مراوده خارجی تو مشکل بدم. پس اصل اینه که ما رو استقلال اقتصادی خودمون کار کنیم. برای استقلال اقتصادی احتیاج به مراوده خارجی داریم. برای اینکه مراوده خارجی به شکل بگیره تحریم باید برداشته بشه. به نظر ترتب عقلی اصلش اینه که شما اقتصاد خودتون باید شکوفا بشه و قوی بشه، استقلال پیدا کنه. من این نکته رو عرض بکنم، خدا رحمت و مرحوم شهید مطهری رو در این کتاب اقتصادشون یه نکته ای دارن که شاید ما یه قدی کم بهش توجه کردیم. با این که ایشون میگن که برای این که ما به اهداف عالیه‌ای حکومت برسیم باید حتما از یک اقتصاد سالم برخوردار باشیم. و اگر حکومت اقتصاد سالم نداشته باشه هر چند اهداف عالیه‌ای داشته باشه در حکومت بهش نمیرسه. و بعد اقتصاد سالم اقتصاد زاینده، یعنی ثروت زا باشه. و ما باید به استقلال اقتصادی مثل استقلالای دیگه توجه کنیم. همین معنا در بیانات رهبر انقلاب هم هست. این نکته مهمه. تو قانون اساسی ما هم هست. گاهی تصور میشه که استقلال اقتصادی معنیش اینه که ما درهامونو با کشور دیگه ببندیم. این حتی تصور غلطی است. استقلال اقتصادی اینه که شما در شرایط دیگه نتونید به شما زور بگن. و باید قبول بکنیم ظرفیت در روزای ما فعلیت پیدا نکرد. چرا؟ چون ما کشور نفتی هستیم. این پول زیاد نفت گرفتن، هیپ خرج جاری کردن، حتی در کار تحقیقات دانشگاهیمون هم نیومدیم ثروت زایی رو مبنا قرار بدیم. چرا؟ چون پول نفت هست، میدیم به وزارت صنایع میگیم کار بکنم، به وزارت کارم میدیم، به دانشگاه هم میدیم. خب اونا احتیاج نداره. نه این بخش تولید ما متصل میشه به دانشگاه، نه دانشگاه ما لزومی داره از در اداره خودش به تولید وصل بشه. این به صورت طبیعی باید به هم متصل بشن، نیازمند هم باشن. این مشکل از اونجاست. لذا من فکر میکنم یعنی حکومت راحت حکومت کردن به این معنای که یه پول بادآورده وجود داره خرج کنیم این دوره 400 تموم شه، این مشکلی است که در دوره‌های مختلف وجود داشته. سوال بعدی ما آقای دکتر در رابطه با بحث نظام سیاسی آمریکا هست. بعضیا بین ترامپ و نظام سیاسی حاکم بر آمریکا یک تفکیک حداکثری رو قائل هستن و معتقدن که ترامپ یک زائده‌ای بود که دموکراسی آمریکایی تونست اون رو رفع و رجوع بکنه و خودش رو ترمیم بکنه. تحلیل شما چیه و نگاهتون به فضای سیاسی این روزهای آمریکا چیه؟ از شاید که یه وجهش این است که برای یه نیشتری زد، یه چیزی تو بدنه وجود داشت، یعنی بدون هیچی که نمیشه این مسئله وجود بیاد. ارسطوی حرف مهم میتره، میگه که مشکلاتی که برای یک چیزی به وجود مجموعی به وجود میاد تا در داخل مشکلی نباشه عامل خارجی به تنهایی نمیتونه ایجاد کنه. همیشه مشکل داخلی هست. این به نظر من روشنه، یعنی این که برای 70 میلیون رأی آورده. اگه بگیم ایشون مجنونم بوده، اون 70 میلیون که مجنون نبودن. پس یه چیزی داشت دنبال میگه، یه حقدی اینا داشتن نسبت به این ساختار حکومت، یه بیعدالتی ها، مشکلاتی که داره. و اینم به نظرم سهلندیشی است. اگه کسی خوب به ریشه های مسائل امریکا نگاه بکنه و تئوری که در سیاست اونجا حاکم هست، حالا هم از دموکرات ها یا جمهوری خواه، اونها به هر حال نماد مهمی از لیبرال دموکراسی هستند. لیبرال دموکراسی با همه تفرقه ای که در فکر فلسفه سیاسیشون هست، اینا در واقع امریکایی ها بیشتر سودنگارن، فایده گران. این نتیجه فایده گراییه، یعنی همه چی تبدیل میشه به نقد کردن فایده. خب این یک مشکلاتی ایجاد میکنه که خود در بین متفکرین غربی هم مطرحه. لذا این حرف
وجه اصلیش برمیگرده بستری که اونجا وجود داره، ولی این آدم بی تاثیر نبوده. یعنی به هر حال یه رجال سیاسی وقتی برای منافع شخصیشون کار میکنن نه منافع ملی، بعد اختیار وجود میارن. آقای نمونش آقای دکتر، به عنوان سوال آخر، شما تا این سالها خب هم مسئولیت ارشد در زمینه مذاکرات هسته‌ای داشتید و بعد هم دورانی ریاست مجلس، میخوایم نگاه رهبر انقلاب رو به مقوله دیپلماسی و حمایت ایشون از دیپلمات ها از زبان شما بشنویم. اگر روایت یا خاطره در این زمینه دارید برای مخاطبین ما بفرمایید. از شاد یکی از نکاتی که خیلی برای من شیرین بود این بود که ایشون به مقام مشورت خیلی اهمیت میداد، یعنی زمین این که نظری داشتن اینو به بحث میذاشتن، خیلی مهمه. آرمانگرایی و واقعیگرایی در تصمیم گیریشون تبلور داشت، هم هدف رو همیشه مد نظر داشتم، هم بسترهایی که باید بر اساس اون ساختمون ساخته بشه بهش توجه میکردم. نکته دیگری که ایشون خیلی توجه داشتن و به نظر من اهمیت داشت در همه این مسیر این بود که همیشه به مؤلفه حل موضوع توجه داشتن، یعنی نمیخواستن این بحث طوری بشه راه در رو نداشته باشه. ضمن این که به خاطر حل مسئله از همه ابزارها میخوندن استفاده بشه، دقت نظر بشه، کارشناسی بشه، ولی مسیر رو جوری میکردن که این مسیر ادامه پیدا بکنه، منقطع نشه. به نظرم اگر مجموعه بحثایی که ایشون داشتن در بحث حالا مسئله هسته‌ای یکیشه، مسئله منطقه‌ای هم همینطوره، دیدم شهید بزرگوارم آقای حاج قاسم سلیمانی یه عبارت خیلی خوبی راجع به این مسئله گفتن، شاید بیانشون شیواتر از این بحث بود که من عرض کردم. ایشون فرمودن که من هر وقت میدیدم که ایشون یه مطلبی رو میگن یا نظری میگم یا احساس میکردم یا این حتما مصلحت کشور هست یا اینکه اگر نهی میکردن لزوم داره، شاید هم به ذهن آدم اولی نمیاد. این واقعا اینطور بود، یعنی به دلیل پختگی و پارسایی ایشون الحمدلله از یک نگاه همه جانبه برخوردار هستن و هم در مسائل پیچیده منطقه‌ای یک توجهات خوبی ایجاد میکردن. خیلی هم مسائل عراق، مثلا لبنان، فلسطین، مسائل سوریه پیش میاد که گاه افراد از رجال سیاسی ما نظراتی میدادن که اگر میشد یه معضلات بزرگی به کشور ما امروز وجود میمد، ولی خب ایشون در اون جلسات یه تصمیم خیلی سنجیده میگرفتن. این آرامش روانی امنیتی که امروز در ایران هست معلول اون تصمیماته که ایشون در اون جلسات میگرفتن. خیلی ممنون، تشکر میکنم. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید. انشاءالله که موفق باشید. حالا من سخن قطعی و پایانی رو در این زمینه عرض میکنم. تحریم یک خیانت، یک جنایت در حق ملت ایران باید برداشته. ما هیچ اصراری نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگرده. این اصلا مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگرده یا برنگرده. اگر تحریم‌ها برداشته شد، خب اون برگشت آمریکا معنا میده. البته خب مسئله خسارت‌ها هست که جز مطالبات ماست، در مراحل بعدی دنبال خواهد. اما اگر چنانچه تحریم ها برداشته نشد، برگشت آمریکا به برجام حتی به ضرر ما ممکنه تمام بشه. از اولی که برجام مطرح شد بنده گفتم که تعهد در مقابل تعهد متناظر، کار اونا در مقابل کار ما، هر کاری که ما براش بکنیم باید متناظر با اون کار رو هم طرف مقابل بکنه. خب این اول کار انجام نگرفت، حالا بایستی انجام بده. تحریم ها باید برداشته، تحریم ها باید برداشته. این حق غصب شده ملت ایران